السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه قرنطین و یک ساعت ما در خدمت هستم از 7 تا 8 به وقت کابل. در یک ساعت شاید مصاحبه های با هموطنان ما خواهد بودین که سیاسیون ممکن باشن، ممکن دکتر صاحبا باشن، ممکن آوازخوانا، هنرمندان سینما و یا هم اهالی خود کشور ما در نقطه‌ای که باشن، اتباع افغانستان که به بهانه هم اونا را بپرسیم هم از اطرافیانشان. به طور زنده در خدمت خواهد بودم. اتفاقات قطع تلفن، بی‌کیفیتی اینترنت، یه همه چیز پیشبین هستیم. به او خاطر بعض وقتا بعض از تصاویر که ممکن از دست بتیم را سر از حال ما میگم که خاطر از او از طرف اینترنت ما پوزش میخواییم. دوستا، در انتخابات یادتان است ما هر 5 سال دو انتخابات مهم که انتخابات شورای ولسوالی های ناخو، شورای ولایتی ناخو، ارکان در ولایت حل میشه فکر کنم، اما انتخابات کلان ریاست جمهوری یک مضمون میشه بر رسانه ها، بر مردم، قصه مهمانخانه ها، حتی موترهایی که 50 چند نفر انتقال میتن از یک ولایت به ولایت دیگه، سر تا باخر قصه شانمی میباشه و پیش چشمشان هم همیشه در رسانه ها سخنگویان و یا معاونان سخنگوی کمیسیون انتخابات نقش میبندند. اما خیلی دیر شده از گذشت انتخابات و شکر نتیجه هم به یک نوع قبول شد، اعلان شد و حال از اون نظر حل شد مسئله، مگر ما هیچ خبر نداریم که جناب سخنگویان یا مانزایبایشان کجا هستند. به این خاطر خواستیم که میشب احوال جناب زبیح سادات معاون سخنگوی ریاست کمیسیون انتخابات را داشته باشیم که با ایشان سر صحبت را آغاز میکنم. جناب سادات صاحب، سلام و احترامات. سلام، سلام جناب روشن صاحب، سلام بر شما، به همکاران و کارمندان تلویزیون یک و همه هموطنان عزیز. انشالله که خوب هستیم، بخیر سپری میکنین این روزای قرنطینی را؟ بسیار تشکر، خوب است فدا طالب و با خوبی سفری کردیم. قرنطین بسیار سخت گذشت، اما ما و شما هم دیگه چاره‌ای نداشتیم به خاطر از اینکه بتوانیم با این مرض مهلک مبارزه کنیم، مجبور بودیم که باید اصول قرنطین مراعات کنیم. بسیار خوب سادات صاحب، در این روزا مصروف چی کار هستین یا باز 5 سال دیگه آمادگی میگیرین تا انتخابات دیگه چی بگین؟ فعلا خود کمیسیون و همکاران ما مصروف ازی هستند که دردهای آموخته شده از انتخابات گذشته، مشکلات چالش هایی که در انتخابات گذشته وجود داشتن به خاطر رفی از او همکارا کار میکنن تا در انتخابات آینده با همچو مشکل روبرو نشیم. اونمو دردهای آموخته شده هستند که بعض وقتا به شکل آنلاین از سوشال ولایت افغانستان و بعض وقتا هم به شکل حضوری جناب سادات صاحب، 5 سال بعد که اگر انتخابات ریاست جمهوری که مطمئن هستم اگرچه میشه انشالله نظر به پیشبینی ها و پیشرفت ها که ما میبینیم، یعنی 5 سال بعد انتخابات خواهد داشتیم که صبح رای بتیم شب خبر شدیم که رئیس جمهور است؟ انشالله. ما شما هم در بدبختانه در یک کشور زندگی میکنیم که اینجا نهادهای بسیار مهم و ملی که باید به او پختگی خود برسه فعلا در مورا روان هستیم. در افغانستان هم پدیده دموکراسی تا حال به او پختگی خود نرسیده که باید برسه، دیگر بدیل هم نداریم. کمیسیون مستقل انتخابات با امکانات فعلی که به دست خود داره کوشش نهایی خود به خرج میتن تا بتانیم انتخابات را برگزار کنیم که برای مردم قابل قبول باشه و همچنان نتیجهش هم پد قضورتر امرای مردم شریک ساخته شود. اما باز هم برمیگرده
به امکانات ما شما و همچنان بعضی مشکلات چالش های دیگه ای که در این پروسه وجود داره. خب جناب سادات صاحب، و ایره هم میدانید یک پیش بینی کنین یا حداقل مثل ما یگان فکر کنین که 5 سال بعد انتخابات شوه مثلا فقط کاندید 2 نفر داشته باشین؟ ولد روشن عزیز، کاش که متشوه بسیار خوب خواهد بودن، به خاطر از اینکه مصارف غذابون صورت میگیره و همچنان برای مردم هم انتخاب کمک مشکل میباشه و در پولی از او ما شما فعلا به او سطحیم نرسیدیم که بتانیم همچون بر پروسه مهم و ملی کشور مثل پروسه انتخابات به مقسمی که خواست ما شما هستن و مقسم پیش برد چالش ها مشکلاتی وجود می داشته باشه. در انتخابات گذشته هم شما شاهد بودیم که ما 18 کاندید ریاست جمهوری داشتیم و بعد ما تعریف هم گذاب هم صورت یک نفر می تانند که به اکثریت آرای مردم افغانستان به ریاست جمهوری برد. خب جناب سادات صاحب، آیا از همین 18 نفر کاندید کرده بودن یک 8 تاش هم نمیفهمید که من نمیشم رئیس جمهور؟ والا خب این خود یک پروسه ملی است، هموطنان ما میتونن در این پروسه شرکت کنن، قانون برشان حق داده تا اینا خودشان باید کاندید انتخاب کنن و همچنان رأی خودم برای هر کسی که اینا خواسته باشه رأی خود برشان بتن. قانون برای از اونا اجازه را داده، اما به نظر ما هم بسیار خوب خواهد بود اگر تعداد کاندیدا کم باشند، هم برای کمیسیون بسیار خوب خواهد بود و هم برای مردم افغانستان که اینا در انتخاب خودم دقیق باشند و کمیسیون هم بتانند به اسرع وقت پروسه را مدیریت کنند. خب یک سوال دیگه هم در این موارد خواهد بود از انتخابات که اینطور خواهد شد که شخص که نتونسته رای ببره به شخصی که رای برده از صدق دل تبریک بگویه برنده شده میشه؟ بدبختانه می فرهنگ تا حال ما شما در افغانستان نداریم و اگه داریم هم بسیار تا حال به خود نرسیده. ای کاش روز برسه که جمهوری و یا هم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی هم که در آینده در پلان است که به خیر برگزار شود، کسایی که مردم سرش اعتماد میکنند و رای مردم میگیره و کسی که نمیتونند این پروسه کامیاب شوند برشان از صدق دل تبریکی بتن و این فرهنگ نفسان در دیگه از افغانستان گله میشه جمع کنه که اگر ما در انتخابات بردم بریم قبول است و اگر نبردم باز این پروسه همه پروسه را زیر سوال میبریم و همه زحماتی که کمیسیون و همکاران کمیسیون میکشن این همه زحمات هم نادیده بگیره. خب جناب سادات صاحب، در اون وقتای انتخابات حتما شما هم از رسانه ها از شبکه های اجتماعی اینا خبر شدین که یا تومت بوده یا هم کاسه زیر نیم کاسه بوده، همیشه کمیسیون زیر سوال میبردن که اعضای کمیسیون مثلا رشوت میگیرن این کارا، اینا به نظرتان واقعیت خواهد داشت یا واقعیت داشت؟ چه قسم است؟ روشن عزیزی، برنامه موتون دیخی برنامه چی واره؟ یک مثل برنامه سیسی واره پیش میره. بدبختی است که اگر در افغانستان به جای از این که به واقعیت با شما برسیم، چیزی که حقیقت واقعیت باشه به او برسیم، آوازه ها بسیار زیاد پخش میشه، اما بدبختانه که هیچ وقت کسی نتانستن که اسناد و شواهد و مدارک را به دسترس رسانه ها قرار بده، به دسترس ارگان های عدلی و قضایی قرار بده تا افراد اشخاصی که امرای پروسه ملی خیانت میکنن اونا هم به سزای اعمال خود برسه و برای دیگران هم یک پند بدر شواهد. اینجا در افغانستان همه ما بسیار خوب انتقاد میکنیم، اما بدبختانه که یا هم انتقادی که یک موضوع میشنویم که در کمیسیون اسناد و شواهد و مدارک پیدا کنیم امرای نهادهای زیرفت شریک بسازیم تا افراد اشخاصی که ایتو پروسه ملی را اینا صدمه میرسانه اونا هم به سزای اعمال خود برسند. خب ما معنی را فکر میکنم جناب سادات صاحب، اگر اینطور قرار باشه که در کمیسیون کل چیزا
بتونه رقم تصمیم نهایی را کمیسیون بگیره یا که رئیس جمهور بسازه. خو آدم از اون که از این رئیس جمهور شد و خوب از رئیس کمیسیون شد و هم رئیس ساز می باشه هم پول بدست میاره. بله، بدبختانه در افغانستان ما در انتخابات گذشته بسیار تجارب بسیار خوبی را ما دریافت کردیم. بعضی نهادهایی بودند که ما بارها همراه مردم افغانستان از طریق کرافانه شما از طریق دیگر افغانه هم شریک ساختیم که بعضی موضوعات اونا نشر میکردن، اما برای اثبات اونمو موضوعات اونا هیچ دلیلی نداشتن و نه هم اصلا ما بارها از افغانستان شواهد باشد و بتوانند مستند بکنند کمیسیون و دروازه کمیسیون بروی از اونا باز هستند. اگر سر کمیسیون اونا اعتماد نمیتونند بسیار خوب است با برنامه شما هم کاری کنند و یا هم به نهادهای عدلی و قضایی و اسناد را بسپارند تا کسانی که همچو موارد اونا دنبال میکنند و یا هم فساد انجام میتن اونا به سزای اعمال خود برسند. اما بدبختانه همیشه همچون موارد شنیدیم اما نتانستن که اسناد و مدارک اینا یا امرای شما شریک بسازه، اقلا امرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک بسازه که با همچون قضایی هم رسیدگی صورت بگیره. دقیقا جناب سادات صاحب. خب هم گفته امریکایی ها چینج ده تاپیک، میایم سر موضوعات شخصی. اگر بر ما بگویید که در جریان قرنطین در کارهای خانه کدام خوشتان نامده بود که مجبور بودین بکنین؟ والا روشن عزیز، در این قرنطین باور کن که من اکثریت وقت در خانه مجبور بودم کار کنم، امکاری میکردیم و خودت هم از من کنم بسیار خوب میکنیم که قرنطین در کل ما شما بسیار سخت پیر بشن، اما در کارهای خانه میشه هم کاری میکنم بسیار خوب آشپزی بلدم و آشپزی میکنم. همچنان بعضی وقت کوشش میکنم که بعضی موضوعات بنویسم، مطالعه میکردم و زیاد هم تلویزیون میدیدم. بسیار خوب. امید دارم که از اعضای خانواده هم همه در امان بوده باشن از ویروس کرونا. از این که شما قرنطین را مراعات کردین مطمئن هستم که انشالله اونا هم در امان بودن. یک نفر هم که فامیل برای هم بیاین باز او خطرناک میشه بود. نتحال خدا را شکر امرای همه اعضای فامیل که اطمند هستیم و کرونا طرف مطالعه به فضل خداوند و به این که ما تانستیم قرنطین را به گونه خوب پیش ببریم تا کدام مشکل به ما پیش نشده و آیندهشم از خدا تمنا داریم که همه هموطنان عزیز ما از این مرض مهلک در امان باشن. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر از وقت گرانبها. خیلی همونطور واضح و همونطور با صراحت جواب دادین بعضی از سوالا که ممنونتان. قربانتان، بسیار خوشحال هستم روشن صاحب که در برنامه شما شرکت کردم و چند لحظه سر بازات بسیار مهم بحث کردیم. لطف کردیم، سلامت باشیم. فعلا خدا نگهدار. سلامت باشیم. خب از جناب زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات جهان سپاس. موضوعاتی که بین ما گفت و شنود شد موضوعات آرزوها بود بیشترش، که سوالای مطرح شد از طرف ما البته که آرزوهایم بود. روز خواهد شد که ما صبح وقت بخیر بخیزیم که امروز انتخابات باشه، خوشحال باشیم. روز خواهد شد که بریم ردیف و لین واقعی استاد شویم رای بدیم. روز خواهد شد که بعد از رای دادن بیایم به خانه تلویزیون سعی کرده بریم هر لحظه رای فلان کاندید اینقدر فیصد، رای فلان کاندید این فیصد، کل مردم به تلویزیون نتیجه را ثانیه به ثانیه دیده بره. اون روز خواهد شد و شب رای دهنده که 5 یا 6 عصر که تمام میشه وقت رای دادن ختم شد، اعلان مستقیم خواهد شد که کی رئیس جمهور است. به اون روز خواهد رسیدیم انشالله. اگر ما هم دست باشیم سطح آگاهی خود را بالا ببریم و از این جوا از گپای اینجی دیگه کس استفاده نکنیم و صرف به وجدان فکر کنیم، انشالله که در روز هم میرسیم با اون کسی که رای دادیم او شایستگی ریاست جمهوری را خواهد داشت و
اما تو ریاست جمهوری هم خواهد کرد که ما ازش راضی باشیم. حالی هم بد نیست، حالی هم نمیگیم که تو کدام گپ چیز است، فقط بعض وقتا بعضی کسا بعضی ها را بسیار زیاد دوست دارن، در حالی که او خبر نداره که مرا دوست داره، به خاطر از چند تای دیگر خفه میکنن که من او را دوست دارم. ممکن یک چهار دانه ورق اضافه برده که من او را دوست دارم، همون باید شود. برادر، دوست داشتن قبول، اما چهار ورق یک جای انداختن اشتباه است، تقلب است. زیاد دیگر به طرف نصیحت نره و قدرم سنم بالا نرفته که حال دست پیش کنم به طرف نصیحت، میریم به طرف یک وقفه. درود دوباره، خوش آمدید به ادامه برنامه. تشکری میکنم از شرکت نوشابه های غیر الکلی حبیب گلزار به خاطر حمایت مالی برنامه قرنطین. با انرژی پردیتور به سلطنت خیش حکم فرما باشید. یک جرعه بنوشین، باز ابتکار مغزی کنین. دوستان، یک اتاق تنها باشین، یک چهار دیواری. بزرگترین قدمگاه که شما قدم میمانین سیسو میرین، آشپزخانه و اتاق خواب باشه، چی دلتان میشه؟ فلم، مطالعه، خب عبادت اینا رو در بین نمیاریم، او خوب وظیفه هست، باید صد فیصد باشه. آهنگ، خب سپورت و یکم وقت حال هوا میزنه به طرف یک رقص، یعنی سعی میکنی خانه کس نیست. انشالله اگر بید برانی که برو هنوز خوبم دیر نشد، کمال هوای خود جمع میکنیم. طفل دل، دی دل یک طفل است. اگر طفل دل بمره یا هم خفکش کنیم، قدرت یا سیاست مدار اینا بگیریم و او را در همه جا، هم در فامیل، هم بین دوستا، هم در صنف دانشگاه باشه یا اثر وظیفه، بازار، هر جای او طفل از بین برده بودیم، این دنیایی که شما در زندگی میکنیم فقط به تجارت به درد میخورد، به زندگی نیم. با او خاطر یکان وقت بارین که طفل دلتان شوخی کنه، یکان سمسمه سر بتین، یکان فکاهه بشنوین، یکان فکاهه بگوین، یکان شوخی با دوستا بکنین که این طفل زنده بمانه. در غیر از او، به گفته امیر جان صبوری، حرف ما را کی به بالا برساند، قطره ها را کی به دریا برساند، غم دنیا را اگر ساده نگیریم، شب ما را کی به فردا برساند. اگر این طفل مرده بود، یک شبش هم صبح کردنش بسیار سخت است. یک وقت بین دوستان شوخی و مذاق به حد داخل جوکات خب، میخواییم امشب با یک آوازخوان هم مصاحبه داشته باشیم که ایشان قیس فیروز هستن و ببینیم که چی داشته ها خواهد داشتن، چی کارها کردن، کدام کار زیر دست دارن، ندارن، اینا رو خواهد پرسیدیم. اگر ممکن بود یکان زمزمی که اونا بکنن، یکان تا ما که هر دوی ما یک مسابقه بتیم شیر و شکر، اما فکر نکنم ما رسیده بتانم چون نام مسلکشان هست، از ما اگام وقت اگه اگام زمزمه غرغر کنیم دیگه همیشه نمیتونیم که آسان باشیم، ما نمیتونم استعداد چه ندارم. خب با عرض سلام خدمت فیروز عزیز. سلام سلام نوید جان، روشن سلام و گرم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون یک تقدیم میکنم، بخصوص برنامه خودت. لطف میکنم، سلامت باشین، انشالله که خوب هستین. کلگی در افغانستان یک دوره کرونا رو تیر کرد، دیگه به فضل خداوند خوب است. یعنی شما یک دوره تیر کردین کرونا را؟ بله، تیر کرده چی هست نما؟ بخیر گذشت؟ بخیر دیشد، بخیر دیشد. سلامت باشید.
والا خطرناک بود. حال یکم عادی میبینیم، اما اگر روزای اول کرونا یادتان باشه، چهار ماه پیش یک اثر در منطقه شیرپور در صفحات اجتماعی فلمش برآمده بود که بیچاره را کرونا گرفته بود، از دور قد نیزه در امبولانس بالا کردن، امرای نیزه تو بالا میکردن که الا کرونا گرفته. ایتو یک چیز بود که بخدا بیادر از بیادر میترسید. بله، بسیار مریضی خطرناک است دیگه، خداوند این مرض را گم کنه از تمام دنیا. واقعا بسیار خطرناک بود و خدا رحم کنه بالای انسان ها، چون خداوند است که هم رحمان است هم رحیم، هم به مسلمان ها هم به تمام کائنات رحمان است، هم رحم کنم. خب فیروز عزیز، چی داشته ها داشتین در این جریان چند ماه قرنطین، چی کارا کردین؟ خصوصا درسه اونر آوازخانی اینا روشتا ما زندگی میکنم، یعنی نیستی که قرنطین کشاد آمدم طرف افغانستان دیگه، پشت پاکن بسیار زیاده خورد بودم دیگه، جب بند موندم دیگه. خدا رو شکر است که در افغانستان بسیار زیاد امکانات موسیقی و کلپ و همی موزیک بسیار زیاد به ما دولت بسیار زیاد است دیگه. در این اواخر اکسی آهنگ ثبت کردیم، بخیر یک آهنگ کلیپ جور کردیم که میشه وایید بخیر نشر میشه از طریق تلویزیون زیبای شما، بخیر دیگه دوستان منتظر باشن. بسیار خوب، انشاءالله. این آهنگ چه قسمی است؟ در کدام رپ است؟ کلاسیک سم... چی میگن؟ غزل است؟ شرقی است؟ غربی است؟ یک فلکلور هست که فلکلور هست و مکمبو شد برای جان و فخرم جور کردن، یکم هر چیز زمزمه می کنم. خدا خوش دوستا به نور علا نور. یار یگو نمی خواهم ودارم می خواهم، یار یگو نمی خواهم ولی دارم می خواهم، عشق یگانه می خواهم ولی تو را می خواهم، زندگی می خواهم ولی تو را می خواهم، زندگی می خواهم ولی تو را می خواهم، رویای زندگیم و جستجوی تو هم، نفس نفس برگم در آرزوی تو هم. دعا کنه که خوشتان آماده باشه باشه انجام. من اول میفهمین که اینترنت یک خط و وصل واره شد، صدایتان یک نامد، من ایران موندم گفتم البته قطع شد اینترنت، پس آن در گوش ما آمد که نه صدا خط و وصل شد اما اینترنت قطع نشده. خب خیلی خوبش بود. یار یگانه میخوام اما تو را میخوام، اما تو یک چیز بود چیریش؟ یار یگانه میخوام ولی تو را میخواهم، ولی تو را میخواهم، عشق یگانم ولی تو را میخواهم، زندگی میخواهم ولی تو را میخواهم. دیگه نگفتن اما نه که شیرش بانو مهر یکی از شاعرای ما شماست، یک دختر خانم هست، شیرش برای ما جور کرده لطف کردن دیگه، زنده باشن بخیر. با موسیقی محلی را جور کردیم که بخیر در شواهید بخیر نشد میشه، بخیر بخیر. کلیپ میشه در کجا کردین؟ کلیپ تصویری از زیره بسته تصویری شه؟ در این خود کابل است، بعضی لوکیشن های تهمانه گرفتیم، بعضی لوکیشن های قرغن یک ذر نوالی دش کردیم، دوستان منتظر باشن، بسیار یک چیز زیبا مقبول است. بسیار خوب، او تایپی که در بگراند موندگی زنواری او جور است؟ والا دور است اگه گرچه از تایپ های قدیمی هم هست اما بسیار اک ساوند خوبش داره. ایره من نگاه کردیم نمی خواهد اگان وقت استاد غلام علی و میدیتن صاحب دهی تایپ میشنم بسیار زیاد کیف کنم. یعنی هنوز کست استفاده میکنین شما؟ بعد هست که از خانه در خانه از پدر جانم مونده، مثلا پدر جانم زیاد سرهنگ میشنیدن، مزایل زیاد میشنیدن، چون که پدر جانم هم که بود یکی از گیتاریست های بسیار سابقه بود، پیروز زبردست،
و یک گروه موسیقی داشتم به نام آریان که امو فرید آریان حالا فعلا در جهانی زندگی میکنه و دوستای خوبشان نعیم جان و پوپل بودن و همین دوستایشان بود. دو بخششان در دنیا نیستن دیگه، بسیار زیاد نگذر از زندگی نگذر پیر میشه. خب جناب فیروز صاحب بسیار زیاد تشکر از وقت پربهایتان که بر ما وقت دادین، آمدین و مصاحبه حاضر شدین. تشکر از شما، تشکر از برنامه زیبای نبی جان روشن. خواهش میکنم. جور آرام بود. تشکری خواهد کنیم شما. زندگی شما. خدا نگهدار. خب بیننده عزیز، شما میادتان می از زمانهای کست دنیا در حالت پیشرفت است. چی بخواهیم چی نخواهیم، تکنولوژی پیشرفت خود خواهد کرد تا زمانی که خود خالق تعیین کرده و گفته از عقلتان کار بگیرین، تا زمان خوب بعد پیشرفت خواهد رسید. ضرور نیست که بعض وقتا بعض چیزا را قایم بگیریم که انحنه ماست یا فرهنگ است. از دنیا اگنه عقب میمانیم، بسیار عقب میمانیم. زمانش بود که از رولای کست استفاده میکردن، سوزنک تا میکردن، این دور خوردن میرفت، موزیک میشنیدن، آهنگ میشنیدن. رفته رفته به کست تبدیل شد. بعد از او به سی دی تبدیل شد. بعد از او همون سی دی های امپیتریش برآمد که یعنی 9 تا 12 آهنگ نه، تا 40-50 آهنگ هم میتونستین در یک سی دی داشته باشین. بعد از او رفته رفته امپیتری پلیر پیدا شد. آل هم دیگه بسیار سیستم های بالایش پیدا شده که فقط بلوتوت وصل که از این موبایلت پلی کل دنیا را میتونی پلی کنی. از این بابا چه خواهد شد؟ این اتفاق ها فقط در بین یعنی 10 سال افتیده، در بین 10 سال الا 15 سال. در 15 سال که انسان ها میتونستن از اون رولا خدا بکشن بیاین به بلوتوت اینا خدا برسانن، 15 سال آینده چه خواهد کردن؟ 30 سال آینده چه خواهد کردن؟ بین پا با پای عصر جدید روان باشیم. اگر از اونا پیشی نمیتونیم، اقلا پس هم نمانیم که یک وقت پیش نشه که باز اون نسل این موبایل های پیشرفته تچ اسکرین که ما درش بسیار خوش هستیم که با قیمت های بالا میخریم، در موزیم نگاه کنم بگم ببینین اون وقتا چرا کار میگرفتن. خنده کنم، هر چیز در فکر انسان برسه ممکن بسازشه. رفتیم به طرف یک وقفه. دوباره خوش آمدیم به ادامه برنامه. این دارت بازی دیگه یک بخشی از برنامه شدگی بارست، چون ما عادت کردیم قرنطینه هم تمام شد، یک تا از این قدمه هست. بعد از این دیگه ما کی از چمپیان های از این میخواییم باشم، اما پروفیشنل از این باید پیدا کنم که شاید قیمت باشه اگه خریده به تانوم میگیرم، اگه نه تانوم دیگه سر از حال با دولادا نگه اگه پدر گفته بودی نه نخریدی. برخمی گلگه هایشون زیاد است. به این وقتا خراب شده، این نشان ما بیه خراب شده. همون در خمایید ندادیم چرا اصنا میره ای؟ ای اصلا همون چیز وارسته دوستا؟ ای اصلا همون یک رقم تفنگ بادی بوده، این نشانی نشان زدن می آوردن به خاطر از اینکه 5 افغانی را 5-3 دانه فایر میکردیم، باز او چیز میکرد. میگفتن که میل تفنگ کچ کرده، یعنی ساختگی آدم هم اینا رو پلاستیک هایش کچ کرده، به هدف نمیخوره فکر میکنم. اگر این من این اینجا نشان میگیرم وقت سعی کردن همینجا از چشم من. وی اینش خورد وی یک دانه سعی خورد و هم افتید.
بد نیست. بازرد. خب، فکر کنم که در اول برنامه که گفتم همین پیش از نان یک سپورت مزه میتن سپورت هم خدا فضای موسیقی در اندرون اینا باشه که آدم خسته نشن به بین موسیقی ورزش کنیم بعد از اون خدا من رزق روزیتون میوه و والا کده باشه جایتون خالی خفه هم نشیم یعنی کله خوردن مرا میخواییم ببینیم نه بابا شما یک وقفه بریم درود دوباره این درود سه باره خوش آمده میدامه برنامه ورزشکارای ما چی دم دارن خواستیم اولشان رو داشته باشیم به می خاطر میخواییم با عمران ترخیل صحبت کنیم ورزشکار مبارزات آزاد هستن قهرمانی های خوب را داشتن آوردن که فکر کنم هندوستان بودن آل نمیفهم به کابل هستن ممکن و بین ورزشگاه معلوم میشن سلام و درود خوب هستین انشالله سلام علیکم نبی شب جان جور است بخیر سلام بر شما با تیمای تلویزیون جهانی یک بنده و حاضر است به جوای شما با سخنان شما خب ایتو کدام سوال کدام چیز رسمی نیست بسیار میخوایم اما تو اول بپرسیم صحتتان چطور است الحمدلله خوب هستم و ورزشکارا خوب میفهمی خوب میباشم دیگر خوب میباشم الحمدلله با دعای شما شکر چون همیشه تحرک بدنی میداشته باشن و ورزش ضامن سلامتی میگن است حتما شما سلامت هستین شکر خب آخرین دستاوردتان چی بود ترخیل سید؟ خب آخرین دستاورده که ما در مدت 4 ماه و 25 روز که ما در کشور هندوستان تمرینات خود پیش می بردم که قسم خبر بودن شما دوستا و دیگه همکارا که ما در اونجا قرنطین بودم به خاطر مسابقه های ما و دعوت به تیم ملی جیتوی هندوستان شدم چون که با سازمان ها ارتباط داشتم و همکار جیتو که ما دعوت به تیم ملی بیجی هندوستان شدم که در اونجا ما تمرینات خود پیش می‌بردم بعد از اون بعد کمپ یک کمپ چی بود هندی بود که در اون فوتبال لیگ هندوستان ما تمرین خود پیش می‌بردم و ما یک تصاورد کلان و کل افغانایی بود که ما عضویت اون کمپ گرفتم که در اون کشورهای برازیل، ژاپن، کوریا و همچنان هندوستان بود که ما خوشبختانه یک افغان تانیم در اون کمپ اشتراک کنه و در اون کمپ کلان که ما سر افتخار کلان است با تمام افغانا خب همی میگن ژاپنیا و نیپالیا اینا قضایشان پخش پخش میباشن اونطور است؟ ولی نبی صاحب روشن صاحب که قضایشان پخش پخش از خوب قدم پخش شد از ما بلند نیست خب خب باید وقت قضایشان پخش پخش شد کنش سیلیکاری کنی نه میدان نه پخش نیست خب چی هست روشن تا قدرشان هم متوسط است یک افتاد من خود قدم یک افتاد است بلند هم دارن دیگر خب پخش هم دارن خب فعلا در کجا هست این کلاب هست در دست چپتان بایلر است چی هستی؟ بله در جیم هستم دارد تمرین هستم و تمرینات امادگی را بخیر پیش میبرم پیش سال قرمانتاد که کلگی ما یک اعتداد جوان است و سال امروزین ترخیل تمرینات خود پیش از این پیش میبرم فتنسی تک فیلن در کم در فتنس است خب امی در ورزش مبارزات آزاد زیبایی اندام هم کار می فتنس باید بکنین به نظر ما باید کشتیگیر هم باشین بوکس هم باید کار کنین کلش گدوات است فکر کنم خب بله یک فایتر میتوند همین خود مبارزات آزاد کس مشما سالا است که یعنی بخش کل ممی کل ورزش ها کس در یک ترکیبی است که موتای آمد، بوکس آمد، پهلوانی آمد، دیجیجی است و همچنان فیتنس که لور مهم داره به یک ورزشکار که تادا به ورزشکار را جور میکنه فیتنس که است دیگه فیتنس ما فایترها به شکل جدا است مثال
نیبه اندام دیگر پیش میبرم ما به شکل فتنسی و شکل صورتی پیش میبریم که وزن برداریم. با در این بحین از این ورزش هایتان شمپتکان هم هست که خدا پوت کده بتایی نظری تاره یک لحظه. بله اگر گیم ساتری باشه میشه مثال جا ساتری ها تک سال رگبی میکنیم وقتی که هفته یک بیرم تو خوشگذاری میکنیم مثال تفریح میکنیم باز دلتنگ میشه منه روشن تک. خب در هندوستان چه که وقت بودین؟ 4 ماه و 25 روز. 25 روز؟ 4 ماه و 25 روز بودم در 4 ماه و 25 روز بسیار زیاد است ولی خیلی خیلی زیاد در هندوستان بودین. حتما امیتا بچن که ترینا کیف اینا رو دیدین. نه خیر وار دیگه وار در بمبای بود ما خودم هم در دهلی بودم و تمرینات من اونجا پیش می‌بردم. کردیت خو ارزان است در اونجا بین خودشان شاید زنگ خود زده باشی. بله کردیت ارزان است واقعا در وقت قرنطین تجارتشان خود دولتشان بسیار سهولت ها را پیش کرده بود برای تمام مردم کشور خود و با تمام همی فقرهای خود. دیگه مچم در اینجا چه قسم بود من خودم نبودم و اول نداشتم. دیگه منم تمرینات بودم دیگه از سال اول نداشت که چه قسم. خب شما چه وقت آمده؟ شما تا به تازگی آمده؟ بله یک هفته قبلی آمده. هفته قبلی یعنی پروازا بود؟ بله بله پروازا هست که پروازا بوده تنها آمدن بوده از کشور هندوستان مثال یک پرواز بود نمیشه کسای خودسی می آورد خلاص. آها خوب شد بخیر آمدین. شاید در 4 ماه و 25 روز دقم آورده باشین. شاید وقت آمده بودین خاطر قرنطین ماندین. بله خوشبختانه آمدیم دیگه وطن خود خو هر جا که باشی وطن خو وطن از دیگه آب آوای افغانستان الحمدلله مکنی بینم هیچ کشور نیست خو کمی از نارامی است خداوند سهلا بیاره به کل افغانا تا روزوی ماتمی جنگ از میان ما اوز شوه و یک وحدت بیاره یک پاشگی ده بیاره کل ما یک جا شویم و امی آرزوی کل ورزشکارا کل مردم افغانستان که ما در اونجا بودیم این امی آرزو بود که خداوند وطن ما یک آرامی را بیارم و آرامی را بیارم انشاءالله از کشور بالا کردم دیگاه از یک کشورا کرد افغانستان یک از کشورهای بهترین است و سرعت حدی و ما بسیار مخواهی دارم وطن خدا و بخاطر از اینکه در اون کشور هندوستان هم بودم تق ناوردم وقت خب تمرین ورزشکار که اونجا تمرین کنه بسیار راحت می باشه مثلا آرام بودیم دیگه بودیم خب وطن خب وطن است دیگه طبعا. بله 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 معلوم دار. خب ما در سوشال میدیا در فیسبوک اینا بعضی یک کلیپ ها بر آمدن که در هندوستان پلیس ها موتورسیکلکی می هر کس پیاده گیر کنه خب دندکاری میکنن او هم دمو قسمت جایی که دمو جای میزد که آدم بیخی هم اعتبارش از انسانیت دور میشد. چیز از اون دنداخ نخورده؟ یک قصه جالب است و بسیار جالب است به من که من وستانی سرگذشت شد یک خاطره جالب هم است خوشم سر وقتی که من در کشور هندوستان رفتم یک 20 روز قرنطین بسیار و جدی بود. دیگه من از طرف شب دوش میکردم خصوصا در طرف 3 بجه شب یک پیره بر آمدم از این اتاق که میبینم گروپا گلت که چطور تراغا گلت اگوارت سر میکنم که اتاق کل این فوجش گرفتش آرام شده بود. پس اما تا آرام آمدم من دیگه پیره که رفتم یک دوست خود خیست اتاقش چی کردم تختر کنم بیدارش کردم که جا بریم پایین ایدی بود که بریم پایین که ما دوش میکنم بیا تا اونجا کلمه بده یا اونجا بیشی. خب وقتی که تا شدیم این با پیش خواهی کردم نگفتم اینجا پولیس هست این که پیش خواهی کردم پولیس دارم متسکل آمد وقت آمد بسیار غال مغال که شما هیچ نمی کنی مرض سایی که دیگن. خب وقت باشه و لطفو بود خونه الحمدلله ما بسیار به شاری و زیدکی مبر آمدیم مثال دیگه آما شما که افغان خدا میکشیم مقصد بین بیادران باز اکر افغان ها غرض نداشت. آها می فهمیدن که اینا در وطن خود که یک سرخم کردن به حکومت که در اینجا بکنن. خب بسیار زیاد تشکر از وقت گرانبها ترخیل عزیز. انشاءالله که موفق باشین امیر قم بر ما افتخار بیارین. تشکر نبی صاحب از شما و از تلویزیون جهانی یک از برنامه زیبای شما و من یک این برنامه تانم بسیار جالب دور داشتم. یک وقت استاد ما که گپ میزد ما خودم در هندوستان میدیدم و بسیار میگفتم کاش که ما یک روز
کرده روشن صاحب تمار باشیم اینه کل مسئله حل شد بخیر اینه شکر شکر زنده باشیم شکر سلامت باشیم زنده باشیم خب دوستو همیشه انسان به آرزوهای خود میرسه زمانی که تلاش کنه چی خرد باشه چی بزرگ فقط تلاش کنین راهش را پیدا کنین و وقتی میرسین آدم موفق باشین در وجه این بود برنامه امشب من یک ساعت در خدمتتان بودم خدا کنه دق نورده باشین تا دیدار فردا شب خداوند متعال نگهدار همگی ما شما